عرض سلام خدمت همه بینندگان محترم برنامه همسفر. سید مهدی رضوی‌زاده هستم، مدیر حوزه گردشگری شهرداری کاشان. در برنامه همسفر خوش آمد میگم خدمت همه شما که تصاویر رو خواهید دید از منطقه فرهنگی گردشگری کاشان. پهنه تمدنی سیالک که شامل بخشی از شمال استان اصفهان و شرق استان مرکزی میشه، دارای جذابیت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری متنوعی است. از اقلیم کوهستانی منطقه گرفته تا دشت‌های پهناور کویری که هر ساله و در فصول مختلف شاهد حضور گردشگران زیادی رو هست، گردشگران داخلی و خارجی که معمولاً در ایام مختلف سال حضور پیدا میکنن و از این جاذبه ها و گردشگری ها حظ خودشون رو میبرن. کاشان شاید با آغاز بهار و رویش شکوفه ها توی منطقه های مختلفش مثل نیاسر گل های آلاله میرویه که خودش جاذبه منحصر به فردی هست. بعد از اون فصل بهار در ایام اردیبهشت و خرداد توی مناطق مختلف کاشان، روستاها و شهرهایی مثل قمصر که پایتخت گل و گلاب ایران هست، برزوک، نیاسر و حتی روستاهایی که اطراف کاشان هست عطرآگین میشه فضای اینها با عطر گل محمدی که ایام گلابگیری کاشان هست. مسافرین نوروزی کاشان بعد از این ایام میتونن دوباره تشریف بیارن و همه شهروندان و گردشگران میتونن تشریف بیارن توی منطقه کاشان و سنت و آیین گلابگیری رو به تماشا بنشینن. آیین و سنتی که در اعتقادات ما ریشه داره و ما بر این باوریم که عرق جبین حضرت محمد صلی الله وقتی به زمین ریخته میشه گل محمدی شکوفا میشه. بعد از آیین گلابگیری توی منطقه کاشان و در فصلهای مختلف جاذبه‌های متنوعی هست. غیر از جاذبه‌های طبیعی، ابنیه تاریخی و منحصر به فردی توی کاشان هست. بخشی از اینها تاریخش به زمانهای خیلی دیرین برمیگرده، مثل تپه‌های سیر که خاستگاه تمدن بشری هست و به رغم کارشناسی افراد در واقع باستانشناس تا 7000 سال قدمت رو برای اون پیش بینی میکنن. تپه‌های باستانی سیر در محور گردشگری باغفین کاشان هست. باغفین یکی از باغ‌های ثبت جهانی هست که جز باغ‌های ایرانی و منحصر به فرد هست که با شبکه پخش آبی که در اون وجود داره جاذبه ویژه‌ای رو شاهد هستیم. خانه‌های تاریخی کاشان که امروزه به جز بحث بازدید ابنیه و معماری اون جاذبه جدیدی رو ایجاد کرده برای کاشان. اقامت و تجربه اقامت در یک شب یا چند شب در این خانه‌های تاریخی در مجموعه فضای سنتی و فضای بومی و مجموعه بومگردی میتونه تجربه جدید و تازه‌ای رو برای زائقه گردشگران ایجاد کنه. بازار کاشان که در واقع ستون فقرات ابنیه‌های تاریخی و گردشگری کاشان هست، با راسته‌ها، با تیمچه‌ها، با کاروانسراهایی که در خودش داره، برای خودش مثل یک دنیایی هست. ورودی بازار که شما وارد میشید، وارد یک دنیای تازه جدید وارد میشید که در اون زندگی رونق داره و از همه اتفاقاتی که توی یک شهر میتونه بیفته توی بازار هست. آب انبار هست، زیارت هست، مسجد هست و همه
اون چیزی که میتونه یک شهر در خودش داشته باشه. مجموعه فضاهای گردشگری کاشان فرصت بی‌نظیری هست برای حضور گردشگران که میتونن چند روزی رو و چند شبی رو در کاشان اقامت داشته باشن و از جذابیت ها و فضاهای منحصر به فرد بازدید کنن و یک خاطره خوشی رو در زندگی برای خودشون داشته باشن. شاید به تعبیری بتونیم بگیم که کاشان پایتخت جاذبه‌های گردشگری است. از گردشگری طبیعت یا طبیعت گردی بگیریم تا ابنیه‌های تاریخی، حضور و ظهور مشاهیر، مفاخر، شاعرا، ادبا، علما و فقهای به نام جهانی و محل زیستگاهشون، محل تولدشون و الان شاید مقبره یا محل دفنشون توی کاشان میتونه از موضوعاتی باشه که یک گردشگر با نگاه فرهنگی حضور پیدا کنه و بازدید بکنه. در کنار همه این جذابیت‌ها آیین‌ها و مراسمات کهنی توی کاشان و منطقه فرهنگی کاشان اتفاق میفته. شاخص اون مراسم قالیشویان که در هفته های اول مهر ماه در جمعه دوم هر سال و جمعه سوم رخ میده که ثبت جهانی یونسکو رو به همراه داره. مراسماتی مثل آیین عید قربان و منطقه کاشان هر سال در ایام سوگواری آل عبا و امام حسین علیه السلام در دهه‌های مختلف ماه محرم و صفر شاهد برپایی و برگزاری مراسمات آیینی و سنتی عزاداری هست. حضور گردشگر میتونه یک حضور فرهنگی هم باشه در منطقه فرهنگی گردشگری کاشان. دیدن و شرکت در مراسمات آیینی و مذهبی و ملی منطقه میتونه تجربه متفاوتی رو برای اونها رقم بزنه. آشنایی با فرهنگ و سنت بومی منطقه کاشان در مراسماتی مثل آیین قالیشویان که در مشهد اردهال برگزار میشه، مثل آیین عید قربان که در جاهای مختلف منطقه فرهنگی کاشان در روستاها و شهرهای اطراف اتفاق میفته و هر کدوم از اینها دنیایی از فرهنگ رو به همراه داره.
از ویژگی های بارز محله های قدیمی و کوچه های قدیمی شهرهای تاریخی خانه های پنهانی هستش که بسیار زیبا و حائز اهمیت هستن. شما شاید اصلا به فکرتون هم نرسه داخل یک کوچه باریکی مثل کوچه نهچم چنین فضایی باشه و خونه های نقلی و کوچکی رو ببینین با معماری غنی و زیبایی های خاص خودش. از این دست خونه ها رو ما زیاد میتونیم ببینیم توی کاشان. حدود 800 خانه تاریخی هستش که هم خاصنشین بودن هم عامنشین. خاصنشین تجار و کسانی که به هر حال حکام شهر بودن، مثل خونه بروجردی ها، آمری ها، طباطبایی ها، عباسی ها، این خونه های بزرگی هستن که حائز اهمیتن. اما خونه های عام همین خونه های نقلی کوچک هستن که ما الان در داخل یکی از این خونه ها هستیم. خونه‌ای که وسعتش گفتن کمتر از 200 متره و جالب اینجاست که من وارد شدم فکر می‌کردم خیلی بزرگه و همین تصور رو همچنان دارم. آقای مهندس هوشمند در مورد خانه‌های تاریخی و ویژگی‌هاشون تو محله‌های قدیمی برامون میگن و اینکه چه کاربردی دارن و اینکه این خونه‌ها رو احیا می‌کنن صرفاً جهت هتل و مهمانپذیری و بومگردی یا اینکه نه اقامتگاهی میشه برای اهالی و ساکنین خود خانه. در محور نهچم کاشان 14 باب خانه وجود داره که خوشبختانه 5 باب از این خونه ها در حال مرمت هست یا مرمتش تکمیل شده، مثل سرای نهچم یا سرای شجاعی، خانه شجاعی، سرای امیر و یه تعدادیش مثل خانه آب ماهی و خانه دکتر عرفانی و خانه هلی در حال مرمته. ما بقیه خونه ها در تملک خود مالکین هست که امید داریم به گونه ای به اینها رسیدگی بشه. بهتر اینه که خود مالکین کماکان زندگی خودشون رو انجام بدن، یعنی در حقیقت بهترین کاربری برای خونه های قدیمی همون مسکونی بودنش هست. این تغییر کاربری ها از روی ناچاری هست و جهت معرفی هرچه بیشتر بناست. لذا بهتر اینه که یک حمام تاریخی کاربری جدیدش هم متناسب باشه با همون کاربری قدیمش، نزدیک باشه و یا یک کارگاه شربافی همینطور الی آخر. امید داریم که در برنامه بعدی همسفر که همدیگر رو خواهیم دید انشاءالله اون 9 بابخانه تاریخی رو هم مرمت شده ببینیم. در این مسیر که بین گذر سوریجان و گذر دروازه فین هست، ما کوچه های باریکی رو می دیدیم که حتی زیر این کوچه ها هم خالی بوده و خانه این ور کوچه به خونه اون ور کوچه از زیر معبر دسترسی به هم داشتن. نکته ای رو که میخواستم در این قسمت برنامه عرض بکنم، تکلیف زمین‌های خالی در بافت تاریخی چی میشه؟ اگر کنار خونه عادل که 192 متر مربع عرضه و حدود 350 متر مربع اعیان داره که به نام سرای نهچم هم مطرح هست، یه زمین خالی باشه، آیا ساخت و سازی که داخل اون میشه نباید متناسب با بافت قدیم باشه؟ نباید اون زمین به گونه‌ای ساخته بشه که معماریش و نماش به کل بافت قدیم متناسب باشه؟ میتونه با شیشه و سنگ و کامپوزیت اجرا بشه؟ خیر، پیشنهاد ما این بوده و الگویی رو پیشنهاد دادیم به عنوان الگوی مسکن محبوب که زمین‌هایی که داخل بافت قدیم هست رو مثل همین خونه حیات مرکزی داشته باشه، معماری حجابدار باشه،
حیات معنا داشته باشه. ما در این حیات هست که زندگی میکنیم. حیات‌های جدیدی که متاسفانه هست هیچ برآورد کننده نیاز مالک نیست، هیچ گونه استفاده از حیات جز عبور و مرور از داخلش و نهایتاً پارکینگ ماشین نمیشه. این الگوی مسکن محبوب در حقیقت معایب خونه‌های قدیم رو برطرف کرده. مثلا از لحاظ پله‌ها آسانسور میتونه توش تعبیه بشه، از لحاظ خودرو اونهایی که دسترسی به معابر بزرگ داره میتونه پارکینگ هم داشته باشه. لذا مسکن محبوب میتونه الگوی خوبی برای ساخت زمین‌ها و اراضی بایر داخل بافتای تاریخی باشه. سلام به بینندگان عزیز همسفر، بنده عباس گلکار هستم. 50 ساله که در شغل رنگریزی رنگ گیاهی مشغول به کار هستم در کاشان. کاشان ما اجدادمون رنگرز بوده، تمام همه پدر در پدرم جداش همه رنگرز بودن، در این شغل در همین مغازه کار میکردن، ولی کار زیادی بوده. ولی الان خیلی کساد بازار، خیلی وضع کار خراب هستش و اینا. خب بنده که دیگه نمیتونم کار بکنم، ولی این اکثرا جوانایی که هستن یا کاری احتیاج دارن یا فعالیتی احتیاج دارن که بکنن که اونم نیستش. ولی از دولت هم خواهش میکنم که رسیدگی کنن به این وضع مردم. اسم محله که کار محله کاشان دربه باغ، مغازه گلکار هست. دربه باغ یعنی چی؟ برای چی بهش میگن دربه باغ؟ به خاطر اینکه باغ اینجا بود، پشت ای حسینیه که نزدیک ما هست، این یه باغ بزرگی بود، اینو بهش میگفتن دربه باغ. به این علت گفتن دربه باغ که هستش، که الان هم مدرسه شده. بعد خامه هایی که شما رنگ میکنید رنگ های شیمیایی هست یا گیاهی؟ رنگ های شیمیایی رنگ میکنیم، رنگ های گیاهی هم رنگ میکنیم. اکثرا رنگ هامون گیاهی هست. چه فرقی داره شیمیایی و گیاهی؟ ثباتش مهمتره، ثباتش زیاده رنگ های گیاهی. رنگ های شیمیایی ثباتش کمتره. شاید مثلا در طول 10-12 سال شاید رنگ هاش کمرنگ بشه دو اینا، ولی رنگ‌های گیاهی خیلی ثباتش بالاست و خیلی. کسی هم کم هستش تو کاشو که رنگ‌های گیاهی، اکثرا همه مردن یا پیر شدن نمیتونن کار بکنن، مغازه بسته شده به علت کسادی بازار. درسته. بعد این خامه که شما رنگ میکنین چند نوع رنگ رو شما میتونید به هر حال خامه ها رنگ کنین؟ ما یه رنگ مثلا پوست انار میتونیم شاید بینید 40-50 رنگ در بیاری. یا پوست انار که مشخصه دیگه، قرمز رنگ دیگه، قرمز میشه دیگه، زردی میدن. قرمز با روناس، با روناس، با روناس رنگ میکنی. خب میگم یه رنگ دیگه، قرمز روناس، قرمز روناس، روناس رو قرمز باش رنگ میکنیم، پوست انار رو طلایی باش رنگ میکنیم، برگمو و طلایی، سبز، اینا همه با هم ادغام میشه، بعضی رنگا با هم رنگ میشه. بعد چقدر طول میکشه رنگ رزی رو؟
یاد بگیری؟ رنگ ریزی که خواستش یاد بگیری، رنگ ریزی تئوری نیستش به قولی، حالا همه عملی هستش رنگ ریزی. یه سال دو سال طول میکشه تا یکی خواسته بشه به طور کامل نمیتونه یاد بگیره. یه فوت و فنای داره تو کارا که باید تجربی یاد بگیره. اینی که یه نفر یه کاری رو با عجله انجام میده میگه من که خمه رنگ ریزیه، یعنی اینقدر راحته؟ خمه رنگ ریزی آبش قدیم خمای سفالی بود، الان فرق کرده، ظرفا با هم مسی شده حالا، ولی قدیم سفال بود. این خیلی معذرت میخوام، با همه و با کود حیوانی زیر اینو داغ نگر میداشتن. اکثرا هم قدیم خیلی بسیار پیش رنگ ریزی به این شکل نبوده، همه کرباس رای میکردن، اینو چی میذاشتن و کرباس باش رای میکردن، از این خاطر که تو آب فرو میکردن و میآوردن بیرون، از این خاطر میگفتن خمه رنگ ریزی. ولی رنگ ریزی مشکل، کار مشکلی هستش، این زمان بره. آره. ما از بازار فاصله گرفتیم، بین دو بازار قرار گرفتیم، بازاری که معروف هست به بازار مسگرها و بازار بزرگ. بله، درسته؟ بله، بله. بازار علی، از این دست معماری ها رو ما توی بازار کاشان چند جایی دیدیم. اینجا کجا هست؟ چه فضایی هستش؟ معماریش به چه دوره برمیگرده؟ در مورد معماری این فضا هم توضیح. بله، از کنم که بد نیست از اینجا شروع کنم که در واقع میدان سنگ، میدانی که الان ازش در واقع ما داریم عبور میکنیم، اولین میدانی که در کاشان احداث شده، میدان فیض الان معروفه، ولی واقعیتی که از اسم قدیمش میدان سنگه. بعد ما توی پله های میدان سنگ قرار گرفتیم. پشت سر ما مسجد میر عماد هست، یکی از مساجد بسیار قدیمی کاشان که در زلزله سال 1192 جون سالم به در برده. یعنی در واقع الان گنبدخانه این مسجد مربوط میشه به دوره ایلخانان. بعد سردر به مسجد، هم توی که ملاحظه میکنید سردر منحصر به فرد توی مساجد ایران، تنها سردر دوقلوه که یه مقرنس بسیار زیبا توی سردر ساخته شده. در واقع ورودی این مسجد دو تا در بوده، طرفین این سردر که الان ملاحظه میکنید که یکی از اون ورودی ها رو آمدن کردن مغازه و در واقع بسته شده که حتما باید آزاد بشه. ما یک محراب توی مسجد میر عماد داشتیم که دست ساخت خاندان ابی طاهر کاشانی بوده، در واقع ارزنده ترین محراب ایران و اولین محراب زرین فام رنگین کمانی که خاندان ابی طاهر کاشانی 700 سال پیش ساختن اون محراب رو. متاسفانه حدود 120 سال پیش اون محراب رو در واقع از جا برکندن و درسته فروختن به انگلستان، انگلستان هم داده به آلمان، الان توی موزه از کنم برلین آلمان قرار گرفته. که من چند سال پیش از متولی مسجد خواستم، از آیت الله امامی کاشانی، که محراب باید برگرده سر جای خودش. به هر حال سازمان میراث فرهنگی کشور داستان رو دنبال کرد و خلاصه به این نتیجه رسیدیم که توی اون موزه الان محراب رو قیمتی گذاشتن که به ما گفتن باید کاشان رو بفروشید و محراب رو بخرید. به هر حال اخیراً یکی از هنرمندان کاشان، دکتر اکبری، اساتید دانشگاه کاشان، اون محراب رو الان اومده بازسازی کرده. اون محراب دیگه دست ما متاسفانه نمیرسه. استاد علی خیلی ممنون، تشکر از اینکه باز هم در برنامه همسفر حضور داشتین و اطلاعات خوبی رو به بینندگان ما دادین. بازار کاشان در مرکز این شهر قرار گرفته تقریبا و شما از هر جایی که وارد کاشان بشین، چه از سمت تهران چه از سمت اصفهان، میتونین به هر حال به این بازار دسترسی داشته باشین. همونطور که اشاره شد حدود 2 کیلومتر و حتی بیشتر این بازار مسقف هستش با فضاهای بسیار زیبا، دیدنی و جذاب، که شما رو دعوت میکنیم به تماشای این بازار دیدنی و از نزدیک بیاین، هم تماشا کنین هم سوغات کاشان رو به یادگار اینجا تهیه کنین. همراه هم سفر ما باشین، باز هم از کاشان زیبا براتون خواهیم گفت. تا فردا سوژه دیگه، خدا نگهدارتون.